خوش آمدین بیرون دای عزیز. با تشکر از همکارم رامش آرمان در بخش گفتگوی برنامه 2014 قرار داریم. وحیدالله شهرانی وزیر معادن با خود داریم که در مورد معادن افغانستان، انتقال خط لوله گاز ترکمنستان به کشور پاکستان و هندوستان و جاده خط آهن در افغانستان با ایشان گفتگو خواهیم کرد. تشکر آقای شهرانی که فرصت دادین برگوز. موفق باشین. خیلی خوش آمدین. سوال نخستمی است که ما چقدر معدن داریم؟ البته معدن که الحمدلله خیلی زیاد است، لیکن برای ما مهمه می فته که ارزش تخمینی معدن چقدر است برای 25 تا 35 سال آینده، هم در منطقه و هم در جهان تقاضا برای چقدر معدن است، برای کدام مواد مینرالی خیلی زیاد است مانند آهن، میس، لیتیم، نفت و گاز و غیره و غیره. بله، معدن با ارزش چی است جناب وزیر؟ معدن زیاد و با ارزش که ما داریم یعنی میس است، ذخایر خیلی بزرگ میس در نقاط مختلف افغانستان و انواع مختلفی میس. البته کارا در افغانستان زیاد عمیق نشده، اما معلومات ابتدایی که نشان میده ذخایر قابل ملاحظه طلا در مناطق مختلف افغانستان است. کمربندی بزرگ آهن وجود دارد در افغانستان که از شمال شرق شروع میشه تا غرب افغانستان میره، که ذاتین تراکم میوه در بامیان و یکاولنگ است که معدن و جگرکفری دو طلبی است. الحمدلله که تال پروسه خیلی شفاف و خیلی خوب پیش میره. علاوه بر ذخایر قابل ملاحظه لیتیم تثبیت شده در هرات، در غزنی، در نیمروز، در فرا، ذخیره کوبالت در لوگر تثبیت شده و ذخایر قابل ملاحظه نفت و گاز در شمال افغانستان. وقتی که باز ما معادین عمده را مطرح میکنیم، خوشبخت در گذشت پیشبینی یا برداشت می بود که شاید تراکم معادین شاید در یک دو منطقه افغانستان باشه، اما تحقیقات اخیری که هفته گذشته در اختیار ما قرار داده شد و اولین دیتا سنتر یا مرکز معلومات را که ما ایجاد کردیم با همکاری اداره سروی جیولوژی آمریکا و حکومت آمریکا، معادین در مناطق مختلف افغانستان است و انکشاف یعنی میتونه که متوازن منطقوی را هم در افغانستان حفظ کنه و همچنان برای دوام رشد اقتصادی برای ما خیلی کمک میکنه. سروی کننده های آمریکایی میگن که ارزش مجموعی معدن افغانستان 1,000 میلیارد دلار میرسه، ولی برسی که شما کردین، اعلان که شما کردین 3 تریلیون یا 3,000 میلیارد دلار میرسه. اطلاع است که تاکید و یا ترکیز اداره سروی جیولوژی آمریکا بالای 28 نقطه است. 28 نقطه که اونا مطالعه کردن، البته مطالعه در گذشته زیادتر توسط روسا شده بود، لیکن اونا با استفاده از تکنولوژی جدید و بعضی تطبیقات را کنند اونجا با وجود آورد چی به عمل آوردن، تاکید و ترکیز کار اینا زیادتر بالای 28 نقطه معدنی است. چیزی را که ما و یا حکومت جوان فرمیگیم از ما مجموعی معدنی که در بالای کار شده کاری پیدایی شده ارزش ازی الی 3 تریلیون دلار تخمین شده. در حال حاضر عواید معادن چقدر است و ممکن تا سال 2014 به چقدر برسه؟ به خاطر که بیشترین چیزی که سرش حساب میشه فعلا در افغانستان معادن است. بله، این طور است که آیی دولت از بابت معادن در سال 1388 14 میلیون دلار بود. سال گذشته بعد اصلاحات را که ما آوردیم، با جو که قرارداد جدید امضا نکردیم، قرارداد کلان امضا نشده بود، با بعد اصلاحات را که ما آوردیم در میکانیزم جمع‌آوری اواید و انتقال بر وقت اواید به وزارت مالیه به 86 میلیون دلار بالا رفت و پیش بینی ما میفته که در 5 سال آینده که سال 2015 و 2016 میباشد، چون سال مالی ما شما به حساب اجرا میفته، در وقت آید دولت میشه 1.5 میلیارد دلار که برای ما خیلی مهم است که حکومت افغانستان بتونه که استقلالیت مالی خود از این طریق تامین کنه. دوم، آید ملی افغانستان که آید دولت جز آید ملی است، او در 5 سال آینده بین 5.5 تا 6 میلیارد دلار پیش بینی شده. در مورد تهدیدهای احتمالی امنیتی و تهدیدهای دیگه که متوجه معادن است، اگر کمی صحبت بکنید، بخصوص استخراج های غیر قانونی که گفته میشه در برخی نقاط صورت میگیره. در اینجا دو گفت است که موضوع تهدید امنیتی است که خواهی نخواست اگر وضعیت امنیت خراب شود، طبعا موضوع تهدید تنها به معادن نمی باشه بلکه به تمام کشور می باشه. وقتی که خواهی نخواست وضعیت امنیتی خراب شود، باز وقت نه کدام فعالیت معادن عملی میشه و نه کدام فعالیت اقتصادی و دیگه فعالیت روزمره مردم تمام را تعطیل شوه قرار میده. البته کارهای خوبی که در چند سال گذشته در اداره امنیتی شده و ظرفیت خوبی را که ما شاهد هستیم، علایم امیدواری خیلی زیاد است که افغانستان اما توانمندی به مسئولیت گرفتن امنیت خود داشته باشه که برای ما خیلی کمک میکنه. دو، موضوع استخراج خودسل است. در بعضی مناطق افغانستان به شکل محدود استخراج خودسل وجود دارد. در کدام مناطق؟ مثلا در جنوب شرق افغانستان کرومایت به شکل
غیر قانونی استخراج میشه. در مورد سنگ کرومایت گفتای وجود داره که روزانه 600 تن قاچاق میشه به پاکستان. طبعا ایفایره که ما داریم، کویفایره برای اول ما به مطبوعات گفتیم که روزانه در جنوب شرق افغانستان که از لوگر شروع میشه تا پکتیکار، این کمربند یا بلت کرومایت در منطقه افغانستان که کرومایت خیلی با کیفیت داریم در مناطق افغانستان، روزانه به شکل اوسط 600 تن کرومایت قاچاق میشه. معادن وجود داره که در زیر ساعت باشه که وجه از زیر اداره مخالفان مسلح دولت قرار داره؟ خب خوشبختانه در افغانستان بعد از بهتر شدن امنیت در چند ماه گذشته، مخصوصا هلمند مثال خود داره میتونم که دو سال پیش یا یک نیم سال پیش 70% هلمند از کنترل حکومت خارج بود، امروز کنترل حکومت به 85% هلمند رسیده، یک نمونه است. یا بعضی پیشرفت‌های خوبی در قندهار یا در ولایت‌های جنوبی صورت گرفته، ای تو منطقه نیست که 100% به دست مخالفین باشه، لیکن مناطقی هست که در اونجا ما معادن داریم غیر تعدید است. کدام مناطق است؟ مثلا در هلمند ولسوالی خانشین که در اونجا ما فلزات عناصر نادره قابل ملاحظه داریم، لیکن وقت نفع وقتا غیر تعدید است. یا مثلا در زرکشان غزنی که در ولسوالی مقرس، البته چندی پیش خوشبختانه بعضی تصمیم که به سطح رهبری حکومت گرفته شد وضعیت امنیتی و باز شدن رای مواصلاتی مقر خوبتر شده، لیکن اونجا ما یک معدن بزرگ طلا و میس داریم وقتا فوقتا غیر تعدید است. لیکن ما معدن کلان را که ما به دو طلب در ماه جولای یا در ماه اسد اجری شمسی سال جاری به دو طلبی به علمالی میسپاریم، معدن است که حکومت از تامین امنیت در اونجا مطمئن است. بله بله. از هلمند یاد که یورانیم به یادم اومده که یک معلومات بتین، میگن افغانستان یورانیم دارن. خب افغانستان یورانیم در کاتگوری عناصر نادره یاد میشه که در جهان کم است، ارزش خیلی زیاد است، بنابر استراتژیک بودن استفاده از او یا برای اهداف استراتژیک استفاده میشه. 13 فلزات عناصر نادره در افغانستان تثبیت شده مانند یورانیم، من جمله یورانیم که زیادترین تاکید فعلا بالای لیتیم است که یک تقاضای جهانی برای لیتیم وجود داره، کوبالت است که خیلی استراتژیک است، خیلی مهم است، مولیبدینم است در خانشین هلمند، ذخیره بزرگی نیوبیم که وام یک از عناصر نادر است و زیادتر به خاطر تکنولوژی جدید استفاده میشه. یعنی 13 و عناصر نادره در افغانستان تثبیت شده و فعلا کار بالای تعبیر معلومات است. و مجردی که معلومات یا اینا اما تعبیر معلومات 100% تکمیل شد، بازی را ما به مردم افغانستان ابلاغ میکنیم. این معادن بارزشی که شما نام بردین از اینا با تهدیدهای استخراج های غیر قانونی و یا مورد دیگه مواجه هستن؟ دفعتا کدام موردی را یکی که گپایی که ما شما میشنیم، بله، اما تال ما کدام موردی را به دست نداریم به شکل مستند که اقدام به استخراج غیر قانونی و یا عمومی بگیم باشه اقدام به دزدی اینا شده باشه. موضوعی به سعینک خیلی سر زبان است و نام خدا خیلی توجه جهانی هم به خود جلب کرده. در مورد قرارداد به سینک اگر بگید با کی صورت گرفته چاپ شده؟ البته قرارداد سال 2007 امضا شده بود با کمپانی MCC China Metallurgical Corporation که مخفف از MCC است، امضا شده بود و کارش تا یک حدی پیش رفته. در سال 2008 و 2009 بنابر بعضی محدودیت های امنیتی، بنابر بعضی مشکلات مدیریتی در وزارت معادن و بنابر عدم ایجاد یک میکانیزم کاری یا اماهنگی بود که اداراتی که باید این پروژه همکاری میکردن طوری که ما پیش بینی بودیم کار پیش نرفت. در مورد این کمپانی MCC ادعاهای وجود داره که گویا اینا میلیون ها دلار، البته زمان شما نه، سال 2007 رشوت دادن تا که قرارداد به دست بیارن. شما از این جریان آگاهی دارین؟ موضوع چی است؟ چون من در وقت وزارت معادن نبودم، چون دی بار تفسیر کردم میتونم این به وقت ارتباط میگیره، لیکن اما بعدا شما ارزیابی کردین، بررسی کردین پروسه را، به خاطر که اگر باید یک پروسه و باید یک تاریخ اینا به قرارداد به دست آورده باشن، این کار خلاف قانون است. خب به این باره باز ما کنم تفسیر کدنه میتونم، چونکه قرارداد زمانی من نشده بود. فعلا مسئولیتی که متوجه مسته همیسته که چیزی که در قرارداد ذکر شده باید به هر شکلی باشه به شکل جدی تطبیق شود. لیکن پروسه قرارداد غیر قانونی چی شده باشه مشکل نداره؟ نه، در اونجا کدام عنصری غیر قانونی وجود نداره.
ادعایی که در گذشته در باره سوء استفاده و یا رشوت و یا گرفتن یک پول، هر نامی که شما میمونین در باره این صورت میگیره، در باره من تفسیر کرده نمیتونم، لیکن چیزی که مواد قرار داد افته، ما این را مسئولیت خود میدانم، مسئولیت وزارت معدن میدانم، هر کس که در وزارت معدن باشه باید در تطبیق اما مواد قرار داد حکومت افغانستان اقدامات جدی را کنه که کار ما انجام میتیم. کسایی که معادن افغانستان به اجاره میگیره چی تعهدات باید به وزارت معدن بتن؟ خب تعهدات یعنی در مو قرارداد استاندارد را که فعلا ما جور کردیم به این طرفگی چند چیز است. این یک بار که شرکت اما شرکتی استخراجی شرکتی معدنکاری تولید کنه، استخراج کنه، تولید کنه و را به فروش برسانه، وقتی که فایده کنه حکومت مطابق با قانونی مالیاتی افغانستان از اواید از مالیات میگیره که فعلا در افغانستان 20% است. مکلفیت دیگه این میشه عاید دولت. مکلفیت دیگه اما کمپانی یا شرکتی که معدن میگیره انکشاف میده همیست که چقدر پروسیسه در داخل افغانستان انجام میده که برای مردم افغانستان زمینه کاریابی ایجاد شود و یک بار که معدن به شکل خام استخراج میشه، مواد معدنی به شکل خام استخراج میشه، بازی وقتی پروسس میشه در پالیزی که برای مردم افغانستان اما فرصت های شغلی ایجاد میکنه، وقتی که بازی پروسس میشه و خارج از افغانستان صادر میشه، ارزش صادرات افغانستان بالا میره. چقدر مکلف هستند به عملی کردن تعهدات؟ خب، و اگر نکنن اقدام وزارت معدن طبعا به کلی که در قرارداد گفته میشه و قرارداد اما مدل قرارداد یا فرمت قرارداد که موجود کردیم کلی که گنجانده شده و هر معیار زیر نمره خاص خود داره و از این تاکید را که فعلا ما بالای ظرفیت سازی داریم امیسته که حکومت افغانستان و یا وزارت معدن حداقل ظرفیت امیر داشته باشه که تمام این شرایط تطبیق شوه یا از تطبیق قضیه اطمینان پیدا کنه و در صورتی که با هر کمپانی که وقتی که این معیارا را یا یک تعداد از این معیارا را پوره کرده نتونه در موجود قرارداد ذکر است که باز مثلا با حکومت افغانستان در مقابل از اونا چی برخوردی دیسیپلینی را میکنه و اگر یک شرکتی پیدا شد ما شما حالت فردی را صحبت میکنیم، اگر یک شرکتی ایش نو معیار پوره نکنه باز بعدا حکومت مطابق با قانون یعنی صلاحیت داره و در قرارداد ذکر میشه که باید اقدامی بعدی حکومت چی باشه. تعهداتی که در سمت غوری شده بود میگن عملی نشده است. متاسفانه یک قسمت زیادش عملی نشده. و اقدام شما چی از دست؟ اقدام ما درباره سمیت میفته که در گذشته تماسایی که با متشبیف داشتیم و چندین بار با اونا ایره ما برشون گفتیم که مکلفات از اونا چیست. دادم یک سال گذشته که من در وزارت معدن بودم و افتای این یک مجلس دیگر با تمامی سهمداراش داریم و در اینجا ما میبینیم که اگر سهمدارای از اونا یا کسایی که قرارداد با اونا داشته برای 49 سال اگر توانمندی مالی رو نداشته باشن باز بعدا درباره قرارداد در مشوره اول با اونا مشوره میکنیم اما بلندترین درجه و احتمالاتی توانمندی از نظر من روشن در اون مجلس نیاهی میسازم. اگر باز ببینیم که یعنی هر چیزی که باز واقعیت در اون مجلس معلوم شد باز در قبالیت حکومت افغانستان تصمیم خود میگیره. دوستان عزیز، پس از وقفه کوتاه با جناب وزیر صاحب معادن در مورد انتقال خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان و هند و همچنان جاده خط آهن افغانستان صحبت خواهیم کرد. با ما بمانید.